آلمان اولین سیستم دفاع هوایی پیشرفته را به اوکراین می اوکراین قرار است به زودی اولین سیستم دفاع هوایی پیشرفته را از آلمان دریافت کند. کریستیان لامبرشت وزیر دفاع فدرال آلمان روز سهشنبه گفت چلی که موشک اخیر به کیف و سایر شهرها به وضوح نشان داد که ارائه سریع این سلاحهای دفاعی چقدر مهم است وی افزود حملات روسیه با راکت ها و پهپادها به ویژه مردم غیر غیرنظامی را به وحشت میاندازد وی تاکید کرد که اولین نمونه از چهار نمونه وعده داده شده ی سامانه پدافند هوایی ایریس TSLM در چند روز آینده در دسترس اوکراین قرار خواهد گرفت وی تاکید کرد که اولین نمونه از چهار نمونه وعده داده شده ی سامانه پدافند هوایی آیریس TSLM در چند روز آینده در دسترس اوکراین قرار خواهد گرفت. آنالینا بایربوک وزیر امور خارجه فدرال آلمان هم در توییتر نوشت ساکنان کیف ترس مرگبار در ترافیک صبحگاهی را تجربه کردند و افزود هیچ چیزی برای توجیه شلیک موشک به شهرهای بزرگ و غیر نظامیان توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وجود ندارد ما تمام تلاش خود را برای تقویت سریع دفاع هوایی انجام می دهیم اسرائیل حمله روسیه به اوکراین را شدیدا محکوم کرد. نخست وزیر اسرائیل در بیانیه ای با متهم کردن روسیه به حمله موشکی به مراکز غیر نظامی اوکراین این حملات را محکوم کرد. روسیه حمل و نقل کالا به کشورهای غیر دوست را ممنوع کرد. ممنوعیت حمل و نقل کالا از طریق خاک روسیه علیه کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین نروژ، اوکراین و انگلیس توسط دولت مسکو اعمال شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی چند روز گذشته این فرمان توسط میخائیل میشوسین نخست وزیر روسیه در پاسخ به محدودیت های اتحادیه اروپا علیه روسیه امضا و پس از آن روز دوشنبه اجرا شد بر اساس این فرمان شرکت های کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین نروژ اوکراین و انگلیس دیگر نمیتواند کالاها را از طریق خاک روسیه حمل کند گفته شده است که محدودیت های حمل و نقل کالا که روسیه علیه کشورهای غیر دوست اعمال کرده شامل حمل و نقل غذا پوشاک محصولات تکنولوژی و همچنین تجهیزات پزشکی نمی شود. اردوغان اروپا زمستان سختی در پیش دارد. عدم همراهی ترکیه با تحریم های اروپا علیه روسیه. رئیس جمهور ترکیه گفت کشورهای اروپایی زمستان امسال و در بهبوهای کاهش صادرات گاز طبیعی روسیه به این قاره با مشکلات قابل توجهی روبرو خواهند شد تمام اروپا هم اکنون در نگرانی به سر میبرد و در این فکر است که این زمستان چگونه خواهد گذشت اردوغان که کشورش اعلام کرده در های ضد روسیه با کشورهای اروپایی همراهی نخواهد کرد و در این جنگ آشکارا از اوکراین حمایت نمیکند افزود ترکیه در ماههای آینده هیچ مشکلی با منابع انرژی نخواهد داشت انتونوف، ادامه ارسال سلاح به اوکراین وضعیت یک طرف درگیری را برای آمریکا تضمین می کند. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن امروز شنبه اعلام کرد که اظهارات واشنگتن در خصوص آمادگی ایالات متحده برای ادامه تامین تسلیحات به کیف حضور جدی آمریکا در یک طرف مناقشه کنونی در اوکراین را تایید خواهد کرد. به گفته وی تصمیم روسیه برای حمله با سلخ های هدایت شونده دقیق به زیر زیرساختی در اوکراین پاسخی به اقدامات تروریستی در خاک روسیه بود که مسئولیت آن تنها بر عهده مقامات کیف است. این دیپلمات در بیانیه کتبی که از سوی سفارت روسیه منتشر شد گفت ما انتظار واکنش متفاوتی از سوی دولت آمریکا نداشتیم با این حال ما اظهارات مقامات واشنگتن در خصوص قصد آنها برای حمایت از زلنسکی با تحویل مضاعف محصولات و تسهیلات نظامی از جمله سلاحهای جدید را به عنوان تایید دیگری بر این واقعیت میدانیم که واشنگتن یک طرف شرکت کننده در درگیری در اوکراین قرار گرفته است آنتونوف همچنین از آمریکا و متحدانش خواست از خط قرمزی که به آن نزدیک شده عبور نکند وی تاکید کرد پمپاژ اوکراین با سلاح های تهاجمی بیشتر تنها منجر به طولانی تر شدن درگیری قربانیان جدید و ویرانی بیشتر خواهد شد وحشتناک موشک روسیه در جنگ اوکراین روسیه به تلافی حمله به پل کریمه چندین هدف در خاک اوکراین را با سلاح‌های گوناگون از جمله موشک کروز کالیبر هدف قرار داد. موشک کالیبر گروهی از موشک‌های ضد کشتی، ضد زیردریایی، زمین به زمین و هوا به زمین هستند که از پلتفرم‌های گوناگون شلیک می‌شوند. این موشک با سرجنگی 500 کیلوگرمی قابلیت حمل سلاح هیدروژنی را هم دارد که آن را تبدیل به سلاحی مخوف می‌کند. موشک‌های کالیبر که در جنگ اوکراین بارها مورد استفاده قرار گرفته است، می‌تواند به حداکثر سرعت سم خبره ست و تا 4000 کیلومتر برد دارد